شب 14 خرداد خبرگان از سراسر ایران به تهران می آیند تا وظیفه تاریخی و خطیری را به انجام برسانند. انتخاب فردی که بتواند سنگینی بار این مسئولیت را به دوش کشد به جانشینی امام خمینی. اعضای خبرگان رهبری بعد از ساعتها بحث و گفتگو و قرائت نامه امام به رئیس مجلس خبرگان در خصوص شرط نبودن مرجعیت برای انتخاب رهبری، یک گام دیگر به انتخاب جانشین امام نزدیک شد. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامیمون در جهان، در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کنه. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. یکی از موضوعاتی که خبرگان رهبری به آن پرداختند بحث شورایی شدن رهبری است. این موضوع به رأی گذاشته می شود. 44-45 نفر ایستادن، فردی تصویب شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی پرده از رازی برمی‌دارند. ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر رحمت آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فرد ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه ای؟ البته ما میتونستیم اون روز حمل کنیم این رو، برای اینکه امام خب برای اینکه ما رو قانع بکنند بگن تو بنبست نیستید. ما در این مقدار البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم و ما هم نگفتیم. واقعا خود آقای خامنه ای اصرار داشتن اینو مطرح نکنید، ایشون به من فرمودن نبادا بگید، منم نمیگفتم. یه بار دیگه من خصوصی خدمت امام رفتم، بازشون با من تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثل آقای خامنه ای رو دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید. بار سوم این رو احمد آقا دیروز به ما گفت تو جمع چند نفریمون، گفت وقتی که آقای خامنه ای کره بودند و فیلمشون با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده میشد، منظره خوبی بود اونجا. من گفتم که آقای خامنه ای خوب جا افتادن تو این، واقعا خوب آبروی هستن برای نظام. ایشون فرمودن که واقعا ایشون شایسته رهبری هستن. خبرگان در مورد انتخاب رهبری به اجماع رسیدن، اما یک نفر سخت مخالفت خود را اعلام کرد. ببینید من به هر حال مخالفم. خبرگان رهبری رأی گیری را آغاز می نمایند. موافق هستند قیام بفرمایید. بشمارید. خدا را هم شکرگزاریم که ختم به خیر شد و آخرش هم موجود که امیدوارم انشاءالله رضایت حضرت بقیت الله العظم ارواح ناله الفدا را جلب کرده این در این اسم. خبرگان ملت از این انتخاب خرسند بودند، اما منتخب خبرگان ملت به فکر فرو رفته و در اندیشه بود. به چه می اندیشید؟ به خدا پناه بردم من همون روز شنبه قبل از تشکیل مجلس خبرگان، من به خدای متعال عرض کردم با تضرع، با توجه، با التماس که پروردگارا چون ممکنه به عنوان عضوی از مجموعه به من توجه بشه برای این مسئولیت، من خواهش میکنم که اگر این اندکی برای دین من و آخرت من ممکنه زیان داشته باشه، تو که مدبر امور هستی و مقدر امور هستی ترتیب کار رو جوری بده که پیش نیاد. و واقعا از ته دل میخواستم که نشه. من اونچنانی که خدای متعال
توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خذها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت. این مسئولیت رو از خدا استمداد کردم و باز هم استمداد میکنم و هر لحظه و هر آن در حال استمداد از پروردگار هستم، برای اینکه این مسئولیت رو تا اونجایی که در وسع منه، که تکلیف هم بیش از وسع نیست، با قدرت، با قوت، با حفظ شأن والای این مقام تسلم کنم و حفظ کنم و انجام بدم.